در شهر کابل برای بانوان یک جشنواره هنری 3 روزه برگزار گردید. موسیقی، نمایش لباس و نمایش فیلم‌های کوتاهی از بخش‌های زندگی زنان افغان شامل برنامه‌های نخستین روز این جشنواره بود. این جشنواره هنری به روز سه‌شنبه آغاز گردید و تا عصر امروز پنجشنبه ادامه یافت. موسیقی، نمایش لباس، نمایش صنایع دستی، نقاشی و دیگر برنامه‌های هنری جوانان شامل این جشنواره جهانی بود که از 3 سال به این طرف در افغانستان و آسیای مرکزی دایر می‌شود. بعد از ظهر روز سه‌شنبه، نخستین روز این جشنواره به زنان اختصاص یافت و با شرکت صدها زن افغان راه اندازی شد. گلدا شاهوردی، معاون اینستیتوت فرانسه در کابل گفت این پروگرام به منظور رشد استعداد هنری جوانان افغان دایر شده است. این پروگرام از طرف آرگوس و کامبت کام برگزار میشه. ما اینستیتوت فرانسه در افغانستان پارتنر هستیم و این پروگرام برای انکشاف و تشویق کردن هنرمندای افغانستان هست. این جشنواره همچنان فرصت خوبی بود برای شماری از دختران جوان تا استعدادهای هنریشان در بخش موسیقی را به نمایش بگذارند. این معقول های است که زنها را باید آگاهی میده که مثلا باید زنها در جای یک محفل برگزار میشه زنها میتونند اشتراک بکنند و ما همچنان میتونیم که در محفل ها اشتراک بکنند و روی زنها یک تغییر خاص وارد بشه. مریم هماهنگ کننده روز بانوان برای این برنامه گفت این دومین سال است که یک روز این جشنواره هنری در افغانستان به زنان اختصاص یافته است. امروز روز اول ما برای خانوم هاست، خانوم ها تنها دیگر کس هیچ اجازه نداره که بیاید. تنها برای خانوم ها گرفتیم خاطر در افغانستان شرط خانوم ها یه ذره سخت است، نمیتونند که راحت از جای بره بیشینند. این جشنواره استقبال بانوان شرکت کننده را نیز با خود داشت. این تو مراسم بسیار خوب است برای خانم ها، برای رویشان، برای پیشرفت خانم ها، برای استقامت خانم ها. خانم ها فکر نمی کنند که تنها هستند. این جشنواره با آهنگ های از هنرمندان جوان افغان که از سوی شرکت کنندگان به گرمی استقبال می شد پایان یافت.